منم افتخار داشتم که باشون آشنا بشم. سینا جهان‌آبادی عزیز، پیشکسوت گروه ما، پدر بزرگ گروه ما، و واقعا افتخار داشتیم که اون هم کنار ما احساس خودشو در مورد کنسرت ما بود، در موردی که با هم بودیم و حال کردیم و خیلی خدمتتون عرض کنم که ما چند ماه بود که این گروه در کنار هم تمرین می‌کردیم و ساعت‌های خیلی خوبی داشتیم. یه سری دوستان که خوب از قبل با هم آشنایی داشتیم و یه سری دیگه هم دیگه آشنا شدیم. خوشبختانه این کنسرتی که ما این چند تا اجرایی که داشتیم اون نتایجی که می‌خواستیم گرفتیم و این استقبالی که از مردم دیدیم انقدر شور و حال در وجود ما انداخت که انقدر مردم خوشبختانه با روی باز از ما استقبال کردن و خاطرات خیلی قشنگی ما تو این اجرا داشتیم و دوستان عزیزمون هم که در کنار هم. واقعا وقتی کنسرت همیشه تموم که میشه یه دلتنگی بین بچه ها میفته، چون مدت های زیادی ما در کنار هم بودیم و ساعت های قشنگی رو طی کردیم و آرزو میکنیم که بازم تکرار بشه و از این همه استقبالی که از طرف مردم شد خیلی تشکر میکنیم. امروز هم که خدمت آقای موحد بودیم و خیلی به ایشون زحمت دادیم و ایشون افتخار دادن در کنسرت ما تشریف آوردن و آرزو سلامتی برای ایشون داریم. آزاد میرزاپور عزیز، دیگر پدر بزرگ گروه ما، پیش کسمت ما بابا هنه 30 سال نشده چرا؟ بالاخره بزرگترهای گروه هستن، احساس خودش دیگه. همه صحبت‌ها رو دوستان کردم، واقعا یک ماه به ما اینجا خیلی خوش گذشت، با عزیزان خیلی دوست داشتنی ما اینجا آشنا شدیم و مردم که واقعا ما تمام عشق و روحیه‌مون برای این مردمه، یعنی ما میریم برای مردم سال می‌زنیم که روحیه‌شون عوض بشه، به تفکر وادار بشن و هر جای دنیا هم که ما رفتیم کنسرت دادیم، خب دورترین نقطهش امریکا بوده، اروپا که کنسرت داشتیم، واقعا از همین استقبال و خوب مردم ما واقعا روبرو شدیم با استقبال و خوب مردم و فهمیدیم که حتما یک موقعیت جغرافیایی نمیتونه ایران رو به وجود بیاره، همه جای دنیا میتونه ایران باشه و واقعا زیباست وقتی ما میبینیم کسانی اینجا هستن که نزدیک به 30-40 سال از مملکت دورن ولی باز عشق به ایران، عشق به هنرمندشون هست. و فکر میکنم این ربایی از ابوسعید عبدالخیر به این قضیه ارتباط داشته باشه که میگه از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد، با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با عشق تو سرز خاک بر خواهم کرد. واقعا ما هم به عشق ایران میزنیم، میگیم، میخندیم، به همه ایرانی ها رو هر جایی که باشن دوست داریم. امیدوارم این همبستگی که بین مردم ایران هست هیچ وقت از بین نره به واسطه خیلی از مسائل و عاشق همه مردم هستیم. اینو باید بگم که جای 3 نفر الان اینجا خیلی خالیه که اونا هم با ما بودن توی این کنسرت و خیلی به خاطرات خوبم با اونا داشتیم که دو تا که اعضای گروه بودن، گلناز و علی پژوهشگر که همین چند دقیقه پیش با خواهر و مادرشون از همینجا به سمت نیویورک هم حرکت کردن و یکی دیگه اونم که الان اون بالا خوابیده نسرینه که خیلی زحمت کشیده تو این کنسرت و تک تک ما رو یاری کرده و در طول این 2 ماهی که اینجا بودیم یار همیشگی ما بوده، جاش الان خالیه چون انقدر خسته است، بهتر بود که همونجا بخوابه و صداش نکنه. با این حال امروز روز 21 جولای هست، اول مرداد، که اول مرداد به تاریخ ایران میشه و ما در واشنگتن در ویرجینیا مهمون استاد عبدالله موحد هستیم. این رو ضبط کردیم تا به یادگار بمونه برای
سالهای آینده و به هر کسی که اینو میشنوه بدونه که چه دوستی و صمیمیتی در بین بچه های گروه بوده و چقدر همه عاشقان هم دیگر دوست دارن. منم آرزو میکنم که این گروه همیشه پا بر جا در همه جای جهان یا در همه جای کره زمین. برای خودمون دست سکر.